در برنامه امروز کاوش به گوشه ای از پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی میپردازیم که ایادی رژیم اونو بزرگترین و بی‌سابقه ترین اختلاس در تاریخ ایران لقب دادن. این اختلاس در دعواهای باندی نظام رو شد و هدف هم حذف رقبا برای پر کردن صندوق‌های نمایش انتخابات مجلس ارتجا در اسفند همین امسال بود. اما قبل از هر کس ولی فقیه ارتجا ابعاد خطرناک این پرده دری رو تشخیص داد و به صحنه اومد و این چنین گفت: یه عده از این حوادث میخوان استفاده کنن برای زدن تو سر مسئولین کشور. مسئولین کشور دارن کار میکنن، هم مجلس، هم دولت، هم قوه قضاییه. خب البته خبررسانی شد، مطبوعات، دیگران کارهایی کردن، خبررسانی کردن، ایرادی نداره. اما دیگه نباید خیلی چشم بدن قضیه را، بذارید مسئولین کارشون رو بکنن. البته طرفهای درگیر در دعواهای جنایی حواسشون بود که قضیه رو تا حدی کش بدن که هم حریف رو ساکت کنن و هم مصلحت نظام رو به گفته خامنه‌ای رعایت کرده باشن. این اظهارات هرچند کلی و مبهم بودن، اما گوشه ای از ابعاد فاجعه چپاول دارایی‌های مردم ایران رو به نمایش می‌گذارن و هر کدوم برای محاکمه دست‌اندرکاران نظام در یک دادگاه بی‌طرف کفایت می‌کنه. جهان نیوز. احمدی نژاد روز پنجشنبه 12 آبان 1390 در دیدار با برخی اعضای ستاد انتخاباتی خود در سالهای 84 و 88 گفت: ادعا دارند که بایستی نظارت بیشتری داشتید و کوتاهی در نظارت انجام داده اید. آنان با رئیس بانک مرکزی کاری ندارند ولی قائم مقام وی را دستگیر و به زندان می فرستند. وزیر اقتصاد را استیضاح می کنند و این در حالی است که با مدیر عامل بانک صادرات کاری ندارند. بنده فقط 10% حرفا را تا کنون زدم و شاید 25% دیگر را در آینده بگویم، ولی مابقی را هیچگاه نمی توانم به دلایل مصلحتی و حفظ نظام و انقلاب بیان کنم. پاسدار احمدی نژاد در دعوای باندی به مدیر عامل بانک صادرات در جریان اختلاس نجومی اشاره کرد و گفت که به او کاری ندارند. خود پاسدار احمدی نژاد هم نه اسم اون رو گفت و نه اشاره‌ای به پرونده چپاول هاش کرد. فقط با این اشاره یک سر اختلاس رو به جریان‌های در بیت خامنه‌ای وصل کرد، چون که جهرومی داماد آخوند ناطق نوری هست و ناطق نوری هم در بیت خامنه‌ای مسئول بازرسی هستش. در برنامه امروز با قسمت‌هایی از کارنامه پر از جنایت و چپاول جهرومی آشنا میشیم. در تقسیم قدرت به پاسدار جهرومی در کابینه اول پاسدار احمدی نژاد پست وزارت کار رسید. در جریان سگ دعواهای باندی همان زمان گفته شد که پاسدار جهرومی یک گام از همه متقلبین کابینه جلوتر است، چون هم مدرک دکترای او جعلی است و هم اصل و نسبش. این پاسدار حکم استانداریش برای فارس به اسم علی نقی جهرومی صادر شده بود، اما در کابینه پاسدار احمدی نژاد به دکتر سید محمد جهرومی تبدیل شد و یک اصل و نسب سید هم به خودش بست. بله، پاسدار محمد رضا جهرومی یک دیپلم ردی بود که داماد آخوند ناطق نوری شد و از 19 سالگی مدارج پست‌های کلان رو در نظام آخوندی پیمود و از همون ابتدا آموخته بود که خودش رو مهندس معرفی کنه. پاسدار محمد جهرومی از پایه‌گذاران سپاه ضد مردمی در استان‌های گیلان و مازندران است. او از سن 19 سالگی با راه‌اندازی دسته‌های چماقدار و حمله و هجوم به تجمعات جایگاه خودش را در ارتجایی ترین و هارترین باندهای سرکوبگر رژیم تثبیت کرد و خیلی زود مزد سرکوبیش را دریافت کرد و همزمان با حضور در سپاه گیلان و مازندران از سال 1359 به عنوان مسئول رسیدگی به اموال بازمانده از عناصر رژیم سابق در استانهای گیلان، مازندران، زنجان و قزوین در ستاد مرکزی کانون چپاول و غارت موسوم به بنیاد مستضعفان گماشته شد. د
در همین سال 59 پاسدار جهرمی در منصب فرماندار شهرستان نور گماشته شد و کمی بعد به عنوان سرپرست فرمانداری آمل به این شهر رفت و در کشتار مردم و جوانان این شهر در وقایع بهمن ماه سال 60 آمل سرسپردگی بیدند و ترمز خودش رو به اثبات رسوند و او همچنین ده ها تن از جوانان را به بهونه های آخوند ساخته و با پرونده سازی به دست جوخه های اعدام های خیابانی سپرد، صحنه‌هایی که هرگز از ذهن و ضمیر مردم آمل پاک نخواهد شد. در این دوره باید بگیم که پاسدار جهرمی البته هنوز از سران سپاه در هر دو استان گیلان و مازندران و در تمام حمله و هجوم هایی که تا قبل از 30 خرداد سال 60 علیه هواداران مجاهدین سازماندهی شد، اون یکی از آمران و عاملان کشتارها بود. پاسداران خمینی در اولین ماه‌های سال 1360 مأموریت یافتند تا هر گونه فعالیت سیاسی را سرکوب کنند تا مجاهدین را به سازش بکشانند. در گیلان و مازندران هم دسته‌های چماغدار و چاقوکش به سردمداری فرماندهان سپاه این استان‌ها و در هماهنگی با دفاتر سیاسی فرمانداری‌ها و استانداری‌ها دست به کار شدند و موجی از قتل‌های سیاسی را در شهرهای شمالی به راه انداختند. پاسدار جهرمی همراه بعضی از پاسدار غدارکشان اون روز و دیپلمات روسای امروز دستند در کار این جنایت خونین شدند. به ترکیب جانیان اون روز یعنی همجرم‌های پاسدار جهرمی نگاه کنید. پاسدار حسن قشقاوی رشت همراه با پاسدار محمد جهرمی از پایه‌گذاران سپاه ضد مردمی و از سرکردگان چماغداران در استانهای شمالی کشور، معاون وزیر خارجه. پاسدار محمد خزایی ترشیزی رشت از مؤسسین سپاه ضد مردمی، پایه‌گذار انجمن چماغداران منصوم به انجمن اسلامی کانون جوانان رشت و مؤسس حزب چماغ به دستان موسوم به حزب جمهوری اسلامی در رشت، سفیر فعلی دولت پاسداران در سازمان ملل در نیویورک. کارنامه پاسدار جهرمی در دوره تصدی وزارت کار در کابینه اول پاسدار احمدی نژاد یکی دیگه از دوره‌های جنایت و چپاول هست. هزاران کارگر از سراسر ایران در تظاهرات روز جهانی کارگر در تهران تجمع کردند و خواستار استعفای محمد جهرمی وزیر کار احمدی نژاد شدند. این تظاهرات نارضایتی شدید میان کارگران را به نمایش گذاشت، چرا که برخی از آنها شغل خود را از دست دادند یا ماهاست که حقوق دریافت نکردند. تظاهر کنندگان خواستار آزادی رهبران سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری شدند که پیشتر دستگیر شده بودند. کارگران با اشاره به برخی از همکارانشان که به خاطر فعالیت و درخواست حقوقشان اکنون پشت میله‌ها هستند شعار می‌دادند کارگر زندانی آزاد باید گردد. کارگران معترض تابوتی هم می‌کردند تا نشان دهند که حقوقشان چگونه دفع شده است. سازمان عفو بین‌الملل طی بیانیه‌ای ضرب و شتم و دستگیری کارگران در شهرهای مختلف ایران را محکوم کرد و از مقامات این رژیم خواست که حق تجمع را تایید کنند و دستگیر شدگان را آزاد کنند و تضمین کنند که حفاظت از هر تظاهراتی با مجوز و یا حتی بدون مجوز باید با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر مطابقت داشته باشد. پاسدار محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی در کابینه پاسدار هزارتیر احمدی نژاد نه تنها ارزشی برای مجامع کارگری و حقوق بشری قائل نشد، بلکه تایید کرد که به تجمع کارگران در سنندج حمله کنند، 400 کارگر را با ضرب و شتم دستگیر کنند و 4 کارگر محروم را که فقط درخواست دریافت حقوق خودشون رو داشتن به زندان و شلاق محکوم کنند. در بین این کارگران دو زن بودند که یکی به 9 ماه زندان و 70 ضرب شلاق و دیگری به 4 ماه زندان و 15 ضرب شلاق محکوم شدند.
یک قلم در باز کردن دست همکارسایی خودش در چپاول حق کارگران. باید بگیم که برخلاف کنوانسیون های جهانی کار و کارگر در رژیم آخوندی و به خصوص در دوره پاسدار احمدی نژاد، جهرومی سقف‌های جدیدی از شقاوت و چپاول زد. چپاول هایی که هر یک در یک نظام سالم اقتصادی تمام آژیرهای اقتصادی رو به صدا در می آورد، اما در نظام آخوندی آب از آب تکون نخورد. جهرومی در تبدیل تیم احمدی نژاد به یک قدرت اقتصادی بزرگ نقشی اساسی داشت. ابتدا با طرح ایجاد بنگاه‌های اشتغالزای زود بازده آغاز کرد و کمی بعد طرح صندوق مهر امام رضا را مطرح کرد. دو طرحی که میلیاردها دلار را یک بار بلعیدند و از تیم احمدی نژاد یک کارتل عظیم اقتصادی و خطرناک ساختند. دعواهای امروز بر سر این اختلاس 3000 میلیارد تومانی بخشی از تلاش باند خامنه ای است تا از قدرت مالی تیم احمدی نژاد بکاهند و آنها را به زانو درآورند. چپاول‌های جهرومی در بانک صادرات پیش از افشای دزدی نجومی 3000 میلیاردی هم در دعواهای باندی رو شده بود. یک نمونه سایت الف متعلق به احمد توکلی عضو مجلس ارتجاع فاش کرد و از جمله این چنین نوشت: اسنادی به دست الف رسیده است مبنی بر اینکه طی مهر ماه 89 ارقامی به حساب‌های شخصی سید محمد جهرومی مدیر عامل بانک تحت عناوین کارانه سهم مدیر عامل، واریز حقوق و غیره، از جمله یک فقره تحت عنوان کارانه سه ماهه دوم به مبلغ 4,858,957,969 ریال و موارد مشابه دیگر واریز شده است. در پاسخ به این سایت باند رقیب، اطلاعیه بانک صادرات تحت مدیریت جهرومی اعلام کرد این مبلغ برای کارانه کارمندان و پاداش‌های ویژه به حساب جهرومی ریخته شده و بانک کارمندان خاطی که این اسناد را منتشر کردند تنبیه خواهد کرد، اما نگفت که بر اساس چه قانونی کارانه کارکنان به حساب شخصی مدیر عامل ریخته میشه. اجازه بدید پاسخ به این سوال و هزاران سوال دیگه رو موکول کنیم به استقرار حکومت مردمی در ایران. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.